اختلاس و دروغ و دزدی و تازگی ها هم جون مردم مثل خوردن همین آب بود، خیلی ساده و خیلی راحت. سال 89 طلا گرمی 35500 تومان بوده، یارانه ها همون سال 45500 تومان. الان سال 99 یارانه همون 45000 تومان، اما طلا شده گرمی 650000 تومان، یعنی چند برابر شدن طلا، اما یارانه ها همون یارانه هاست. بنزین شده لیتری 3000 تومان، اما یارانه همون یارانه هاست. الان با این وضعیت ویروس و کرونا و این همه مشکلات، باز هم یارانه همون یارانه هاست. همه چیز شده مثل همین آب خوردن، راحت و ساده. البته اینو بهتون بگم، اختلاس و دروغگویی و دزدی اینطوریه، وگرنه زندگی ها برای مردم خیلی سخته، خیلی، که حتی اگه بهشون بگین این لیوان آب رو بخورید نمیتونن به آسونی بخورن. مردم این روزا مردم اونقدر مشکلات دارن که ویروس و کرونا اصلا بهش فکر نمیکنن. نمیتونن تو خونه قرنطینه باشن. چرا نمیتونن تو خونه هاشون قرنطینه باشن؟ چون مشکلات دارن، چون اکثر جامعه ما مستاجر هستن، اکثر جامعه ما کارگرن، سر گذر وای نیستن تو خرج زندگیشون رو در بیارن. مثل بچه های شما آقازاده نیستن که با پول شماها هر جور که دلشون میخواد اختلاس بکنن. آقای مسئول، آقای رئیس جمهور، یه ذره بیشتر به فکر مردم باشید، یه ذره، فقط یه ذره وجدانتون رو بیدار بکنید. این روزا مردم با ویروس کرونا، این همه استرس، این همه سختی، این همه مشکلات، چطور میتونن واقعا، چطور میتونن اقتصاد کشور رو بچرخونن، چطور میتونن بران سر کار؟ اگر فکر میکنید خیلی راحته و این ویروس کرونا رو به شوخی گرفتید، بچه های خودتون رو هم کنار مردم بفرستید بران سر کار کار بکنن. حداقل ماها ببینیم یه ذره آروم بشیم. درد مردم این نیست که بهشون بگید 1,000,000 تومان بهتون کمک میکنیم، بعد از یارانه هاتون به صورت وام کم میکنید. مگه مردم صدقه شما رو میخوان؟ مگه میخواین به مردم صدقه بدید؟ ما کشور فقیری نیستیم که بخواد با اون 1,000,000 تومان های شما و با اون یارانه های شما منت روی سر مردم بذارید. شما مثل همین آب خوردن حق مردم رو خوردید.